لبخند شما قدرت شما هست. سلام هموطنان عزیز، صبح بارانی پنجشنبه شما بخیر باشه. آرزو میکنم که صبح خوبی را آغاز کرده باشین. روز دوم بهار است و امروز یک روز متفاوت. انشالله که روزهای بهاری خوبی را در پیش روی داشته باشین. امروز پنجشنبه دوی حمل 1403 هجری شمسی است که برابر میشه با 11 رمضان 1445. تا عبادات شما هموطنان عزیز قبول حق باشه. با شما هستیم برنامه صبح زندگی. تا دو ساعت ما را همراه باشین. بخش اول برنامه را وزیر حبیبی تقدیم شما کرد و امروز هم دوی حمل مصادف است با روز دیقان و دیقانان عزیز با امید پیشرفت شما هستیم که شکار خوبی را هم داشته باشید. در بخش نب سلامتی هستیم مهمان خیلی گرامی ما جناب دکتر صاحب حمیدالله هاشمی متخصص امراض داخلی عمومی با ما هست. در مورد کسانی که زخم معده و یا هم تکلیف معده دارند در ماه مبارک رمضان راه های درمان و تداویش را میخوایم بیشتر بداریم. انشالله که شما هم صحت و سلامت باشید. جناب دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر، بهارتان مبارک باشه. به نام خالق توانا صبح شما و بیننده های تلویزیون هاریانا بخیر باشه. سال نو، بهار نو، سلف خود به تمام وطندارای عزیز ما تبریک و تهنیه عرض میکنم. امیدوارم که این سال پر از خوشی ها و ترقی و پیشرفت سعاده در وطن عزیز ما باشه انشاءالله. جناب دکتر، موضوعی که ما انتخاب در رابطه به مو زخم معده، تکلیف معده، بعضی ها در ماه مبارک رمضان از معده ناراحتی هایی را می داشته باشند، کدام امراض سیستم هضمی در رمضان کم و کدام آن بیشتر می شود؟ بله، رمضان یکی از ماهای الهی است، یکی از نعمتهای پروردگار است که برای بالای ما ایرا فرض گشتانده. و البته رمضان قبلا هم که اشاره کرده بودیم که هم فواید معنوی داره، هم فواید فرهنگی داره، هم فواید اجتماعی داره. یعنی از هر لحاظی که در زندگی خود ما میبینیم یک تاثیرات مثبت را ما احساس میکنیم. اگر شما در جامعه ابراهیم میبینید که در نگاه یعنی یک تاثیرات مثبت بالای مردم آمده، همچنان بالای سیستم خود بدن انسان، بالای سیستم دماغی، روح روان انسان آرام میشه، خوی یادگیری ما خوب میشه. کسایی که چربی خون، چربی جگر داره بسیار خوب میتونه بدون دوا کنترل شوه. کسایی که مشکلات قلبی دارن، کسایی که شکر دارن، فشار بلند دارن بسیار خوب مشکلاتشان کنترل میشه. و ما در شفاخانه شاهدش هستیم که قبلا ما در شفاخانه 350 مریض در یک روز اوپیدی داشتیم. اما امروز و دیروز روزایی که در رمضان شروع شده در 150 مریض شده، یعنی تقریبا 50% مریضا به صورت کل کم شدن. اما متاسفانه یک مشکلی که زیاد مردم نمی 150 مریض که در یک روز پیش ما میآید، اکثر از اینا مریضایی هستند که از مشکلات معده شکایت دارند. اکثر از اینا کسایی هستند که میگن ما سابق مشکل معده نداشتیم، حال فعلا مشکل معده پیدا کردیم. یا یک تعداد کسایی هستند که سابق مشکل معده داشتن کم، اما مشکلات معدهشان زیاد شده. خب به سوال شما آمدیم که کدام امراض معده در رمضان زیاد میشه و کدامش کم میشه. بعض امراض هستند، امراض معده که در رمضان امراض سیستم هضمی به صورت کل در رمضان کاهش پیدا میکنه. او به عبارت از امراض هستند که امراض التهابی مثلا روده ها، به طور مثال یک مرض است به نام آی بی دی میگن. این مرض است که چون که التهاب در ماه رمضان کاهش پیدا میکنه و این مرض هم اعراض علائمش نزد مریضا کم میشه. یک مرض دیگه است به نام آی بی اس میگن، ایریتیبل باول سندروم. این مرض است که با سیستم هضمی، با سیستم خود، با سیستم عصبی در ارتباط است. کسایی که روح روان نارام دارن سیستم هضمیشان هم نارام میباشه، چون در رمضان یک ماه پربرکت است و روح روان کلگی آرام میباشه و این مرض هم اساسا اعراض علائمش کاهش پیدا میکنه. همچنان واقعات اپندیسایتس و التهاب اپندکس که تحقیقات صورت گرفته در رمضان بسیار کم شده. و همچنان بعض امراض دیگه التهابی در رمضان بسیار کاهش پیدا کرده. اما بعض امراض هستن در رمضان امراض معده هستن که زیاد میشه. یکیش عبارت از زخم معده است. و زخم معده را به بیننده‌های عزیز ما بگویم که زخم معده این است که هر کسی که درد معده داشت بگویم زخم معده، در حالی که زخم معده از خود اعراض علائم خاص داره، دردای معده بسیار شدید می داشته باشه، حتی خونریزی معده می داشته باشه، استفراغات خونی می داشته باشه مریض، دیسپپسیا یا بدهضمی می داشته باشه، غذا را درست هضم نمیتونن و اینا اندوسکوپی میکنن، میبینن که مو دکتر که اندوسکوپی برشان میکنن میبینن که یک زخم یا غشای مخاطی خود معده از بین رفته و خود اسید معده به تماس جدار معده شده و سبب میشه که حتی اگر تداوی نشه سبب تثقب یا سوراخ شدن خود معده میشه. اینی مریضایی که زخم معده دارن واقعا در رمضان تکلیفشون بیشتر میشه، زیاد میشه. همچنان کسایی که التهابات معده دارن میشه که نزدشان مشکلات معده زیاد شوه. و کسایی که اسید معده زیاد دارن نگون تا اصلا بسیار اسید معده زیاد دلجوش میشن یا مرض جرد دارن در رمضان میتونن که مریضی های معده نزدشان افزایش پیدا بکنه. کدام مریضانی که زخم معده دارن روزه نگیرن؟
خب از لحاظ طبابت شما توصیه شما می است که باید روزه نگیرند. بله، خب دین اسلام دین سهولت از افراد که خداوند متعال فرموده کسایی که مریض هستند و در سفر هستند میشه که روزه خود افطار بکنند، اما این به این معنا نیست که زخم معده رو به این خاطر تشریح کردم که هر کسی که درد معده داشت نمیشه که روزه خود خیلی امیر بهانه میکنن جناب دکتر. بله، بسیاری افراد هستن گفتم درد معده داشتن، میگم از زخم معده دارم، دکتر صاحبان گفته کسی که زخم معده داشت روزه نگیره، در حالی که کسایی میتونن که روزه خود را افطار بکنن روزه نگیرن، این افراد هستن که واقعا زخم معده داشته باشن، وقت زخم معدهشان توسط اندوسکوپی ثابت شده باشه، اعراض علائم نسشان موجود باشه و همچنان قبل از رمضان حتی بستر شده باشن به خاطر زخم معده، حتی خونریزی های استفراغات خونی داشته باشه، معدهشان خونریزی داشته باشه و زخم معدهشان بسیار کلان باشه، خونده باشه، این افراد هستن که باز اگر روزه بگیرن امکان داره که مشکلشان زیاد شوه، حتی سبب سوراخ شدن معده نسشان شوه، از اون خاطر بهتر است که مریضا روزه خود افطار بکنن تا زمانی که دوباره شفایاب میشن، زخم معدهشان التیام پیدا میکنن، میشه که باز اینا دوباره روزه خود بگیرن. اما افرادی که دردای عادی معده دارن به طور متوسط، مثلا اگر التهاب عادی معده دارن، اینا میتونن که با توصیه هایی که دکتر سیا برشان میکنن دوای خود را در سحری و افطاری برشان تنظیم میشه، این دوا را استفاده بکنن، ان شاء الله که دردای عادی معده، التهابات عادی معده این افراد میتونن روزه خود بگیرن، هیچ کدام مشکل نشون پیدا نمیشه، به شرط که توصیه هایی که صورت میگیره برشان دارم در نظر داشته باشید. خیلی عالی. چی کار باید کرد جناب دکتر صاحب تا در ماه مبارک رمضان از دردهای معده، از زخمای معده، از تکالیف معده در امان بمانیم؟ بله، خب یک مشکل که از در شفاخانه مردم که میان اکثرشان میگن که ما سابقه مشکل معده نداشتیم اما در رمضان مشکل معده ما زیاد شده. بله. این هم کلش از دست خود ماست، به خاطر چی که وقتی که زمانی که افطار میشه و الله اکبر گفته میشه، مردم اکثرا عادت دارن که زود زود دیگه من بولانی و چیزای ترشی و تندی و چیزای سرخ شدگی و همین چیزا اکثرا عام از مردم افغانستان، یعنی خود ما توجه نمیکنیم، خود ما و شما توجه نمیکنیم و چیز نوشابه گازدار، یعنی و دومی که پرخوری زیاد و تیز خوری زیاد، بسیار تیز تیز بشه جان میکنیم نانه، چون گرسنه هم میباشیم، اکثر از اینا سبب تکالیف معده میشه. خوب است که بهترین راهش همی است که ما با هاب و خرما که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، ثوابشون بیشتر از با این دو چیز افطار بکنیم، بسیار هم آب بدن پورا میشه، هم یک انرژی دفتن بر ما میده، میشه که باز نماز خود به جماعت ادا کرده دوباره تا میده یکم آماده شوه به غذا گرفتن، بعد از او باز میشه از غذای خود و خصوصا غذای سرخ شدگی نباشه، نوشابه های گازدار کوشش بکنیم بخی پرهیز بکنیم و دیگه از ترشی و تندی اینا اگر در بین غذا کسی مشکل میده نداشته باشه، در بین غذا اگر استفاده کنن خوب است، نه اینکه ترشی و چدنی را شب بکنیم اما مستقیم بخوریم، این بالای میده تاثیرات بد داره. و دیگه توصیه ما به کسایی که میخوان دوچار به امراض معده نشن است که در سحری حتما باید غفلت نکنن، حتما سحری رو باید بخورن، خصوصا به کسایی که تکالیف معده دارن، دردای معده دارن، هر قدر که فاصله بین دو غذا زیاد میشه دردای معده، مشکلات معده نزد یک فرد زیاد میتونه شوه. مثلا یک فرد که افطار میکنه میگه من سحری نمیخورم، فکر کنه 9 بجه شام افطار میکنه یا 6 بجه افطار میکنه، تا سوا 6 بجه دیگه چیز نمیخوره، بیان تا 24 ساعت یا 20 ساعت اینی خود از این سبب میشه گرسنگی دوامدار میتونه سبب زخمای معده شوه. خوب است که سحری بکنن و بین سحری و افطاری باز یک فاصله کوتاه‌تر میشه، ان شاء الله مشکلات میدان ازشان کمتر میشه. و همچنان در سحری همچنان کوشش بکنن از غذای سرخی و سرخ شده و تندی و چیزها استفاده نکنن، کوشش بکنن غذای استفاده بکنن که عزمیتش به آستایی صورت بگیره، کم در جریان روز ما را به انرژی نسازه و همچنان ما در جریان روز راحت باشیم. مثلا از خسته باب میشه استفاده بکنیم، از شیر، از پنیر، از تخم مرغ بسیار خوب است، از این مواد میشه که ما شما استفاده بکنیم و هوا بیشتر بنوشیم. ان شاء الله همین توصیه در نظر بگیریم، هیچ وقت با مشکلات معده در رمضان دچار نمیشیم و ما خودم مشکل معده داشتم، الحمدلله در رمضان کاملا خوب شده، به خاطر از اینکه هم گپو یک سابق ما هم زیاد چتنی و ترشی و چیزا استفاده میکردم، اما حال فعلا به خاطر رمضان که مشکلات زیاد نشه استفاده نمیکنم، بسیار راحت و به می رقم میشه که بدون دوا تا میشه که ما مشکلات خود می تداوی کنیم. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر سفزی که دعوت ما را پذیرفتین. روز دوم حمل یا روز دیقان هم است، ما یک توفیق خوبی هم برداریم جناب دکتر صاحب، حتما تصمیم دارین که نهال قرض بکنین یا آیا نهال قرض کردین؟ بله، همه ساله دیگه جای خانه میشدم، نزدیک خانه جایی که میباشه که نهال نمیداشته باشه، حتما چند نهال
به خاطر وطن خود غرض میکنیم ادمن. خیلی عالی. ما هم امروز از آدرس برنامه صبح زندگی خواستیم که توفیق خوبی را داشته باشیم. جناب دکتر سبیرم بر شما تقدیم میکنیم. یک توفیق مقبول. بله. یک توفیق بسیار تازه ایجا شکوفه هم کرده. بهار نو، سال نو، انشالله که خوبی ها در آب باشه و ما هم بتونیم دست سایه سرسبزی همچون درخت ها زندگی خوبی داشته باشه. توفیق بسیار مقبول، تشکر. بخیر سلامت باشین. سپاس از شما ایزا هم که بیننده صبح زندگی بودین. بخش نبض سلامتی و جناب دکتر سر موارد خوبی را که اشاره کرد چی کار باید بکنیم که از تکالیف معده، از درد معده در امان بمانیم، به خود توجه داشته باشین. در حال حاضرم وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. ما را همراه باشین در صبح زندگی.